درود برای دوستان و عزیزان، امیدوارم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. خب صدای لایو هم که اوکی هست. درود بر شما، درود به همه دوستان و همیهنان نازنین. درود بر شما، درود بر شما، درود بر شما گرامی، درود بر شما. درود بر شما، درود به همه دوستان و عزیزان و درود به بچه های یوتیوب و تلگرام که بعداً این برنامه رو خواهند دید. درود. لایف کی شروع شده؟ همین الان تازه داریم درودامونو میگیم. درود بر شما، دوستان. وقتی سفر رو فالو میکنید یه زنگوله اون بغلش داره، چه توی یوتیوب چه توی اینستاگرام. اون زنگوله رو اگه فعال کنید، نوتیفیکیشن گوشیتون هم براتون باز باشه. بالاخره 1 در 1000 نوتیفیکیشن های رستاخیز هم براتون میاد، چون برگ محدوده. میدونید که تو لیست سیاه اینستاگرام قرار داره برگ رستاخیز. به هر حال امروز شنبه 24 شهریور ماه 2583 شاهنشاهی ایرانی. بله عمل نمیکنه برای اینکه میگم دیگه تو لیست سیاه اینستاگرام دیگه. خود زاکربرگ چند روز پیش توی کنگره آمریکا اعتراف کرد که به درخواست دولت آمریکا تعدادی از صفحه‌های مخالف افراد مخالف جمهوری اسلامی رو محدود میکنه و سانسور میکنه. تردید نکنید یکی از اون صفحه‌هایی که محدود و سانسور میشه به دستور این اراذل اوباش همین برگه رستاخیزسیمرغه. ولی اون جک و جونورای قومی کلا و همسالون خود دارید میبینید دیگه، اونا رو با کامیون براشون با تریلی فالوور خالی میکنن و صفحه‌های مختلف هم در اختیارشون هست. به هر حال آقای زاکربرگ خودش اومد اعتراف کرد. امروز شنبه 24 شهریور 2583 شاهنشاهی ایرانی. چت‌های خصوصی شما رو نمیخونم. خب حالا وارد این داستانا نشیم بهتره دوست عزیز. یه خبری دیشب منتشر شد، از چند روز پیش منتشر شده بود. صحبت سخنرانی پادشاه در یک کنفرانسی به نام IIS یا یک کنفرانسی مربوط به یک جمع اسرائیلی‌های آمریکایی، یعنی اسرائیلی‌هایی که در آمریکا زندگی می‌کنن و معمولاً 2-3 سال پیش هم یه همچین اتفاقی افتاد در یک جریان دیگه‌ای که پادشاه رفت و سخنرانی کرد. یکی از اون محافل قدرتمند مافیای جهانیه. این مرکزی که پادشاه قرار روی سخنرانی کنن به عنوان مهمان ویژه، یکی از مراکز قدرتمند مافیای جهانیه که اون گفتمان شاهی که قبلا در موردش بارها صحبت کردیم که گفتمان پادشاه یک گفتمان سوم رو وارد 2 گفتمان پوسیده اپوزیسیون کرد که یکیش دنبال جنگ بود، یکیش دنبال تجزیه، که هر دوشون دنبال تجزیه بودن، اما یکی به روش جنگ، یکی به روش دموکراسی یا همون فدرالیست که همتون دیگه در جریانش هستید. یک گفتمان سومی پادشاه مطرح کرده و این گفتمان سوم پادشاه مورد توجه خوشبختانه بیزینسمن های مافیایی، یعنی اون گردن کلفتای مافیایی قرار گرفته و خب در مسیر همون گفتمان پادشاه یا گفتمان شاهی این دعوت هم از پادشاه انجام شده که در این مرکز به عنوان مهمان ویژه سخنرانی کنن. 21 سپتامبر پادشاه سخنرانی خواهند کرد. 20 سپتامبر هم آقای ترامپ رئیس جمهور سابق و آینده آمریکا سخنرانی. توی این مرکز و توی این مهمانی یا کنفرانس افراد بسیار مهمی شرکت میکنن، چه از نظر سیاسی در سطح بین الملل و چه از نظر اقتصادی که الان توضیح دادم. بخشی یعنی یکی از میتونیم بگیم شاید قلب اقتصادی مافیای جهانیه. یعنی اینقدر اهمیت داره این کنفرانس و بسیار بسیار خبر خوبی بود، خبر خوشحال کننده بود. حالا افراد دیگه هم هستن، درود بر شما. ولی همین که پادشاه برای سومین یا چهارمین بار توی یک همچین مرکزی یا کنفرانس هایی که مرکز یا اون قلب اقتصاد مافیای جهانی هست حضور پیدا میکنن و سخنرانی میکنن، بسیار بسیار جای خوشحالی داره. اما در کنارش یک وظیفه سنگینتری هم به گردن ما مردم میذاره. وقتی پادشاه توی یک همچین جمعهایی صحبت میکنن، سخنرانی میکنن و مورد توجه مافیای جهانی قرار میگیرن یا بیزینسمن های مافیای جهانی قرار میگیرن، یک صدای حمایت بزرگی هم باید از سمت مردم پشت سر ایشون بیاد و یک به قول معروف واکنش، یک عکس العمل خوبی بین مردم داشته باشه. چون میدونید که توی این تجمعات یا توی این کنفرانس ها افرادی که صحبت میکنن افرادی هستن که دارای نفوذ هستن، حالا چه نفوذ سیاسی چه نفوذ اقتصادی. به هر حال وقتی یک شخصیتی مثل رضاشاه دوم توی این جمع ها حضور پیدا میکنه و صحبت میکنه به عنوان نماینده یک مردمی، خب این مردم هم باید اعلام و حضور کنن، باید پشت سر ایشون و بعد از سخنرانی های ایشون یا حتی همزمان سخنرانی ایشون در مقابل اون مجمعی که قراره این سخنرانی انجام میشه ایرانیانی باید حضور داشته باشن و خب نام پادشاه، تصاویر پادشاه، پرچم های شیرخورشید تاجدار رو به همراه داشته باشن و اون دلگرمی رو اولا به پادشاه میدن و بعد به اون مافیایی که حالا اونجا نمایندگانش جمعن نشون میده که خب این شخصیت جدا از حالا اون پیشینه و تاریخچه و به قول معروف اعتمادی که بین ملت ایران از خاندان پهلوی و حتی خود پادشاه وجود داره، اما امروز هم مردم همچنان نام ایشون رو صدا میکنن و پشت ایشون هستن. در داخل ایران هم خوشبختانه داریم به ایامی نزدیک میشیم که خب ممکنه هر لحظه اتفاقهای آبان 98 تکرار بشه یا شهریور 1401 تکرار بشه یا قیام دیماه 96. به هر حال یکی از این اتفاقها تکرار میشه و بسیار بسیار مهمه که چه قبل از این سخنرانی و چه بعد از این سخنرانی هر کجا هر تجمعی اتفاق افتاد، چه در داخل ایران چه در خارج از کشور، تصاویر پادشاه، نام پادشاه و توی همین فضای مجازی با متن‌های انگلیسی به زبان‌های مختلف حتی میتونید دوستان میتونن بنویسن و خواسته ملت ایران رو با هشتگ هایی که حالا خود دوستان هر کسی هر چیزی رو صلاح میبینه میتونه انتخاب کنه و در موردش تبلیغات انجام بده. این خیلی مهمه که ما فضا رو آماده کنیم برای سخنرانی پادشاه. نیازی هم نیست که ما هممون اونجا باشیم، توی آمریکا باشیم، نه، توی همین فضای مجازی. یادتون باشه این فضای مجازی و اینترنت زمین بازی مافیاست، بنابراین خوب میدونه که توی این زمین بازی چه خبره و چه اتفاقهایی داره میگذره. اینا بسیار بسیار مسائل مهمیه که حالا امروز که 14 بود تا 21 زمان زیادی داریم، میتونیم هر شب در موردش صحبت کنیم. صدا دیگه کارش نمیتونم بکنم دوست عزیز، من دیگه خودم هم ضعیفم دیگه، چه برسه به صدا. متاسفانه در واشنگتن نایاک اجازه نمیده. نه به نایاک ربطی نداره، چرا؟ شما میتونید برید توی واشنگتن، میتونید برید مرکز این محل این کنفرانس رو پیدا کنید، زودتر برید مجوزش رو بگیرید و کارها رو آماده کنید برای اینکه هم روز 20م که آقای ترامپ میخواد سخنرانی کنه و هم روز 21م که پادشاه میخواد سخنرانی کنه ایرانی‌ها حضور داشته باشن و این خواسته ملت ایران رو تحمیل کنید به این مافیای جهانی. چند روز پیش یه پستی براتون گذاشتم صحبت آقای ترامپ در فاکس نیوز که برگشت گفت که من هیچ مشکلی با جمهوری اسلامی، البته ایشون گفت ایران، من هیچ مشکلی با ایران ندارم و میتونم با همین رهبران فعلی ایران وارد گفتگو بشم و میتونیم با هم دیگه کنار بیایم سر بسیاری از مسائل، اما من اجازه نمیدم بمب اتم داشته باشه. یادتون هست همین چند روز پیش بود دیگه. بنابراین بهترین زمان و بهترین موقعیتی که ملت ایران، مخصوصا ایرانیایی که در حالا نمیدونم این کنفرانس در واشنگتن اجرا میشه یا در جای دیگه، ایرانی‌ها حضور پیدا کنن، چند نفر پیدا بشن، برن مجوزش رو بگیرن، زودتر مجوز رو بگیرید که کارهای تبلیغاتیش انجام بشه. همیهنان دیگه ای از شهرهای مختلف اگر میتونن حتما شرکت کنن توی این تجمعات و ما بتونیم حرفمون رو اونجا در کنار اون تریبونی که در اختیار پادشاه قرار میگیره بتونیم حرفمون رو هم بزنیم. خیلی مهمه، امیدوارم دوستانی باشن در آمریکا که پیگیر این جریان باشن و بتونن این تجمع رو به قول معروف مدیریت کنن و انجام بشه. خیلی مهمه این نکته، بسیار خیلی 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 مهمتر از تجمع اعتراضیه که برای این بزغاله‌های جمهوری اسلامی وقتی میان رئیس جمهورش توی نیویورک و حالا ایرانیانی جمع میشن. یادتون هست که اون تجمعات رو یک همچین کنفرانسی که پادشاه حضور داره و به احتمال زیاد در مورد مسائل بین‌المللی از همه مهمتر در مورد ایران صحبت میشه، ما بتونیم یک تجمع بزرگ حمایتی از پادشاه داشته باشیم. امیدوارم دوستانی که در آمریکا زندگی میکنن دنبال برنامه‌ریزی برای این اتفاق باشن و بتونن این اتفاق رو رقم بزنن. 24 شهریور 1401 دقیقاً یک همچین شبی همه چیز تقریباً آروم بود، جمهوری اسلامی داشت کار خودش رو میکرد، یعنی ویران کردن ایران، مردم هم درگیر گرفتاری و بدبختی‌های خودشون بودن و اصلا هم بویی از اعتراضات و فلان این داستان ها نمی اومد. یادتون هست به یک باره فردا 25 شهریور ایران منفجر شد، از سقز و سنندج شروع شد تا اومد به شهرهای مختلف ایران و مثل فردا شبی که 25 شهریور بود ویدیوهای مختلف از تجمعات مختلف از جوانهای مختلف در داخل ایران منتشر شد، ویدیوهایی که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی فرار می‌کردند و جوانها حاکم بودند در خیابان‌های ایران و یک شور انقلابی در مردم ایجاد شد. در کنارش هم همیهنان زیادی رو هم ما از دست دادیم، خیلی ها آسیب دیدن، ولی تو دو سه ماه، توی 3-4 هفته اول مردم حاکم در خیابان ها بودن. یعنی هر ویدیویی، هر قسمتی رو که شما نگاه میکردید نیروهای سرکوبگر در حال فرار و جوان ها به دنبال این نیروهای سرکوبگر. یک انقلاب راستکی به قول معروف داشت اتفاق میافتاد، یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی دنبالش بود یه دفعه برعکس شد. ولی خب بعد از 3 هفته اراذل اوباش ارسالی جمهوری اسلامی در اپوزیسیون یه دفعه سر از تخت در آوردن و شروع کردن به من رهبرم تو رهبری، شروع کردن به دولت سازی، شروع کردن به پارلمان سازی، شروع کردن به دادن نقشه های نمیدونم عجیب غریب سیاسی برای ایران. اراذل اوباش تجزیه طلب شروع کردن به اینکه مردم در سنندج اگه اومدن بیرون دنبال خودمختاری هن، اون یکی گفت مردم اگه در خوزستان اومده بیرون ملت عرب هستن که دنبال استقلال و آزادی و خودمختاری خودشون هستن، اون یکی گفت اگر مردم در سیستان و بلوچستان اومدن بیرون دنبال تشکیل یک کشورن و شروع شد تبلیغات رسانه‌ای، رسانه‌هایی که از قبل هم آماده بودن، مثل تلویزیون خوب انوگو، مثل تلویزیون رژیم اینتر آشغال، مثل آیت الله دیویسی، مثل این جک و جونورای لس آنجلسی و خلاصه همه دست به دست هم دادن. بله، بچهای کوچه پشتی، بچهای محله ها و فلان، یادتون هست مردم که توی خیابون پیروز میدان بودن، حاکم میدان بودن رو با فراخوان‌های آب، همین علی جوان ناجوانمردی بی پدر مادر، همین بی‌ناموس‌های حرومزاده، مردم رو فرستادن خونه هاشون که بچه های کوچه پشتی فراخوان دادن برای چهارشنبه هفته آینده ساعت 5 بعد از ظهر بیایید بیرون. مردمی که 24 ساعته توی خیابان بودن تو شهرهای مختلف و این آتیش داشت سراسر ایران رو فرا میگرفت. با کمک این سلبریتی ها و این جک و جون، همین علی کریمی و امثال علی کریمی، یادتون هست دوستان؟ یادتون هست همه اینها رو همین جک و جونورایی که الان تو فضای مجازی دوباره سرکلهشون پیدا شده رو برگه منتسب به بانو یاسمین هم دارن پشت سر هم دوباره استوری میشن. همین بی پدر مادرها، بچهای کوچه پشتی نمیدونم فلان، بچهای محلات فلان، بچهای نمیدونم فلان فراخوان دادن برید هفته دیگه دوشنبه بیایید بیرون. و کمک کردن به اینکه جمهوری اسلامی حاکم میدان بشه، جمهوری اسلامی قدرت بگیره و مردم پراکنده شده رو سرکوب کنه. کی این کارو کرد؟ اینا وقتی ما امروز یعنی بعد از 3 سال یا بعد از 2 سال میتونیم بشینیم این ایرادها، نقطه ضعف هایی که داشتیم، فریب هایی که خوردیم، علل و عوامل شکست خیزش 1401 رو اگر بتونیم یادآوری کنیم برای اتفاقی که پیش روز، امروز، فردا، هفته دیگه، 1 ماه دیگه، 6 ماه دیگه اجتناب ناپذیره. انفجار در داخل ایران اجتناب ناپذیره. انفجار منظورم انفجار مردمیه، خشم جامعه است. خب ما اگر همه اون آسیب ها رو، اون ایراد ها رو به یاد داشته باشیم دیگه فریب این جک و جونورا رو نمیخوریم. چند تا نکته مهمی که ما باید یادمون باشه با لایو 60 نفری، چند تا نکته مهمی که باید یادمون باشه همینه، همین چند تا نکته است. اولا الان احتمالاً شنیدید و دیدید توی این فضای مجازی یکی دو روزه کفتارها به زوزه در اومدن، دوباره اسماعیلیون از غار در اومده، قومیکلا از زیر نمیدونم آموسا در اومده، اون یکی از این ور پیدا شده، این جک و جونورای سروسی، منگوله گوش میرزا، همین آتاشخالای فضای مجازی دوباره پیداشون شده، دوباره فراخوان‌های آبکی رو شروع کردن. حالا تازه این زندانبانان پادشاه، همین که منگوله گوش و این جک و جونورا رو دارن، با همه اهم و طلمشون و اعتباری که گرفتن و فلان و این حرفا موفق شدن یه دونه ویدیو از داخل ایران منتشر کنن که یه نفر داره رو دیوار می‌نویسه جاویدشاه. حالا این ویدیو رو مال کیه که ما پخشش کردیم بماند. منظوری که دوباره پیداشون شده اراذل اوباش جمهوری اسلامی، چه در لباس اپوزیسیون چه در لباس خود جمهوری اسلامی دوباره پیداشون شده، دارن زمینه رو آماده می‌کنن برای اینکه اگر انفجاری در ایران رخ داد، انفجار مردمی در ایران رخ داد، اینها بتونن یک سهم خواهی کنن و دو که هدف اصلیشون هست دوباره کمک کنن به جمهوری اهریمنی اسلامی برای کشتار و سرکوب ملت ایران. این رو خیلی باید مواظبش باشید. یک، هر کسی، دقت کنید، هر بنی بشری رو برگه پادشاه و رو برگه منتسب به همسر پادشاه استوری شد یه دونه زبدر قرمز روش بزنید. از آقا روزی که من این حرفا رو زدم خیزش 1401 خیلی ها اومدن گفتن این سعید قاسمی مزدور فلان ال کرده بل کرده، یادتون هست دیگه. امروز آیا به اون نتیجه رسیدید که حرفای سعید قاسمی اون روز درست بود؟ نمونهشو چند تا نمونهاشو براتون نشون دادم دیگه، نمونه آخرش هم همین رو سام رجبی و این رفیقش. بنابراین خیلی مهمه که دیگه فریب نخوریم، یعنی خیلی باید ابله باشیم، نادان باشیم، کودن باشیم که به فکر کنیم مافیایی که BBC داره، صدای آمریکا داره، رادیو فردا داره، تلویزیون انوگو داره، اینتر آشغال داره، همه این دم دستگاه ها و این بوخچی ها رو آماده کرده برای فریب ما مردم. خیلی باید ابله باشیم که 2 تا برگه منتسب به پادشاه و همسر پادشاه رو آزاد گذاشته باشه در اختیار خودشون. خیلی یعنی باید ابله باشیم، خیلی باید بیشعور باشیم بعد از همه این بدبختی ها که دوباره فریب این داستان رو بخوریم. یعنی دوباره سیبیلو و منگوله گوش و ایکس و ایگرگ و وای الان داره میشه دیگه. من که نگاه نمی کنم، من کلا صفحه منتسب به بانو یاسمین رو آنفالو کردم. از همون موقعی که گفتم این صفحه رو ببندید لطفا برید بشین قرمه سبزی درست کنید، همون موقع آنفالو کردم. ولی الان میشنوم و میبینم شات اسکرین برام میفرستن که دوباره دارن این جک و جونورا توسط امیرحسین اعتمادی میان بالا. چرا میان بالا؟ برای چی میان بالا؟ کجا بودن تا حالا؟ میگم کل بقول رو هرت و پورتشون یه سری عکس فتوشاپ بود که در با موازی با ارتش سری داشتن پخش میکردن. یادتونه دیگه عکس میگرفتن اینجوری مینوشتن نمیدونم چی. و الان شده یه ویدیویی که یه نفر در یه جایی داره مینویسه رو دیوار جاویدشاه. همین. ولی به محض اینکه زمزمه‌های خیزشی در ایران شکل میگیره یا احتمالش میره، دوباره از تو لونه‌هاشون پیداشون میشه. دوباره همه میشن کارشناس سیاسی، همه میشن کارشناس مسائل مبارزاتی، همه میشن لیدر، همه میشن رهبر، همه میشن پادشاهی خواه. اما پادشاهی خواهی که نرید بگید جاویدشاه ها، برید بگید زن زندگی آزادی، در کنارش هم یه قسمتی یه شعار دیگه بدید. یه درس دیگه که ما باید بگیریم اینه: یا حسین میر حسین گفتید، هیچ اتفاقی نیفتاد، جمهوری اسلامی سر جاش موند. مرگ بر دیکتاتور گفتید، هیچ اتفاقی نیفتاد، جمهوری اسلامی سر جاش موند. مرگ بر رئیس جمهور گفتید، هیچ اتفاقی نیفتاد. جمهوری اسلامی نمیخوایم گفتید، هیچ اتفاقی نیفتاد، جمهوری اسلامی سر جاش موند. یه هزینه زیادی ملت ایران دادن. آبان 98 یک رضا شاه روحت‌شاد در مسجد گوهرشاد، جلوی مسجد گوهرشاد گفته شد. 24 ساعت نکشیده کل ایران شد رضا شاه روحت‌شاد. مگه نشد؟ کل ایران شد رضا شاه روحت‌شاد. شهرهای خیلی خیلی کوچیک. آبان 98 به ما نشون داد اگر میخوایم بر علیه جمهوری اهریمنی اسلامی مبارزه کنیم، باید چیزی رو جلوش بذاریم که جمهوری اسلامی اومد که اون بره. جمهوری اسلامی با مرگ بر شاه اومد. پس چی رو باید بذارید جلوش؟ جاویدشاه رو باید بذارید جلوش. بله بچه‌های ایزه، وقتی جمهوری اسلامی توده‌ای، چپی، روده‌ای، مصدقی، ملی منقلی، مجاهد، کمونیست، اسلامیست، مشروطه چی ها، وقتی همشون جمع شدن، مگه خمینی نبود رهبرشون؟ وقتی همشون جمع شدن زیر عبای خمینی، پشت یک شعار پنهان شدن: مرگ بر شاه، درود بر خمینی. مگه غیر این بود؟ مگه غیر این بود دوستان؟ کل ایران این اراذل و اوباش اجاره‌ای فلسطینی و یمنی و لبنانی رو کشیدن آوردن توی خیابون: مرگ بر شاه، درود بر خمینی. کسی حرف دیگه ای میزد؟ کسی چیزی دیگه ای میگفت؟ کسی شعار دیگه ای میداد؟ حالا اگه میخواید جمهوری اسلامی بره، این با شعار مرگ بر شاه اومد، شما با شعار جاویدشاه باید بیرونش کنید. همین. زن زندگی آزادی گفتید، کشته دادیم، زندانی دادیم، خانواده ها نابود شد، اما جمهوری اسلامی سر جاشه. این ور یه سری کاسه و یه سری دلال خون سفره هاشون رنگین تر شد، پر رونق‌تر شد. مرگ بر دیکتاتور گفتید، مرگ بر خامنه‌ای گفتید، سید علی ببخشید دیگه باید بلندشی گفتید، جمهوری اسلامی نمیخوایم گفتید، مرگ بر دیکتاتور گفتید. جمهوری اسلامی سر جاش هست. پس بیایم با خودمون عهد کنیم اگر میخوایم کار جمهوری اسلامی رو بسازیم، اگه میخوایم ایران رو نجات بدیم، اگه میخوایم مافیای جهانی زیر میز مافیای جهانی بزنیم، چیزی رو مطرح کنیم که نه جمهوری اسلامی خوشش میاد، نه مافیای جهانی خوشش میاد، نه رسانه ها و این سرمایه گذاری هایی که برای این افراد انجام شده. بازی اینا رو میخواید به هم بزنید، چیزی رو بذارید جلوش، چیزی رو در خیابان ها مطرح کنید که همه اینها رم کنن. دو تا چیزه: یک، پرچم شیر خورشید تاجدار، و دو، شعارهای ایرانگرایانه. و همراه تصاویر پادشاه که حالا در خارج از ایران، در داخل ایران هم ارتش سری به تعدادی که حالا تونسته هم فرتورهای مختلف رو پخش کردیم، هم چند تا بنر و هم پرچم‌های شیر و خورشید تاجدار. به زمانش بیرون خواهند اومد. اما ماهایی که تو خارج از کشوریم که حالا اونا دارن کار خودشونو میکنن، اونایی که داخل ایران هستید الان فراخان که نه، خانواده امینی، مهسا امینی، جاویدنام گفتن ما میخوایم مراسم سالگرد بگیریم، یعنی فردا مراسم سالگرد میگیرن در سدس. خب این مراسم سالگرد تو تمام ایران باید اتفاق بیفته. این مراسم سالگرد فقط برای مهسا امینی نیست، یادتون باشه دوستان، برای بچهای سمیرومه، برای بچهای آبادانه، برای بچهای اهوازه، برای بچهای خوزستان، استان خوزستانه، برای بچهای اصفهانه، برای بچهای سنندجه، برای بچهای مهاباده، برای بچهای سقزه، برای بچهای ایرانه. این مراسم سالگرد برای بچهای ایرانه و باید همه جای ایران این مراسم گذاشته بشه. یعنی ما از فردا تا دیما هر روز مراسم سالگرد داریم. حالا بچهای آبان 98 که چند هزار بچه ها رو ما از دست دادیم، سالگرد اونها که باز اضافه تو همون فاصله است، اونم اضافه میشه به اینها. سالگرد بچه های دیمای 96 بعد از اینها اضافه میشه. یعنی ما از الان تا عید نوروز هر روز سالگرد داریم و این سالگرد ها میتونه سراسر ایران باشه. من بارها و بارها این مثال رو زدم. اراذل اوباش 57ی شما برای اینکه بتونید یک مردم، یک جامعه رو برید توی خیابون، دو تا کار باید انجام بدید. یک، حالا یک جامعه‌ای که نسبتاً راضیه، ناراضی درش کمتره. یا باید پول داشته باشی که بتونی آدم بخری بیاری بیرون، نیزار معاشر. بله، نیزار معاشر 1500 نفر. یا باید پول داشته باشی که آدم‌ها رو بخری بیرون، یا باید دست بذاری رو احساسات جامعه. این دوتا ابزار میتونی با این دوتا ابزار بخشی از جامعه رو بیاری توی میدان. سال 57 و قبل از 57 خب چون مردم نسبتاً راضی بودن، زندگی ها سر جای خودش، مسافرت ها سر جای خودش، یارو با 500 تومن بلند شد میومد فرانسه، انگلیس، اشغالش رو میکرد، برمیگشت میومد ایران. که بعد منوچهر یزدی به عنوان پان ایرانی شاکی بود توی مجلس، بگو این چه حکومتیه که در خانه کعبه بسته شده، در کربلا بسته شده، اما اروپا و آمریکا آزاد است. ناراحتی مشروطه چی از این بود؟ به هر حال اینا چیکار میکردن؟ اینا میرفتن یا جنازه میدزدیدن از توی قبر، یعنی جنازه که تازه خاک شده، پیرمرد مشتاق میرزا از خرش افتاده پایین مرده، یا بعد از 85 سال مرده. میدونستن امروز مشهد حسن میرزا مرده، شب میریختن قبرشو خالی میکردن، جنازه رو در میوردن. این جنازه رو برمیداشتن، یه دکتر مهندس میچسبوندن، این مهندس فلانی بود یا دکتر فلانی بود، شاه خائن اینو کشت. همین شاه خائن اینو کشت، بلافاصله توسط اینترنت اون روز که خیلی موثرتر از اینترنت امروز بود، یعنی اینترنت آخوندیسم، اینترنت آخوندیسم که توسط امت دوزاری از این آخوند به اون آخوند سریع اطلاعات رد و بدل، یعنی از اینترنت امروز پرسرعت‌تر بود اینترنت اون روز آخوندها. یا آخوند توی مسجدی، توی یه جایی دو تا حرف میزد به این جکوجینورایی که پا منبری میومدن، بلافاصله خبر به همه ایران پخش میشد. جنازه رو میدزدیدن، روش مینوشتن، روش میگفتن این دکتر فلانیه یا پروفسور فلانیه یا مهندس سگس. شاه خائن دیشب اینو خودش توی خیابون کشت. بلافاصله آخوندها میرفتن رو منبر تو قم و اصفهان و شیراز و تبریز و اردبیل و جای مختلف که بله دیشب شاه یه نفر رو در فلانجا کشت، پروفسور فلانی یا دکتر فلانی یا مهندس فلانی. تو اصفهان براش مراسم میگرفتن، تو شیراز براش مراسم میگرفتن، تو تبریز براش مراسم میگرفتن، تو قم مراسم میگرفتن، تو مشهد مراسم میگرفتن. کل ایران مراسم میگرفتن برای یک مرده ای که مشحسن میرزا بود، از خرش افتاده بوده پایین مرده، یا بر اثر بیماری فلان مرده. و اینجوری جمهوری اسلامی تونست از یک جنازه یه روز تو شهرهای مختلف براش مراسم تشییع جنازه بگیره. دقت کنید، یه روز براش سوم میگرفتن تو شهرهای مختلف، یه روز براش هفتم میگرفتن تو شهرهای مختلف، و روز چهلمشو میکردن یک روز حماسی. و همینجوری در کنارش هم پمپاژ پولی بود که بین ملت پخش میشد، از این سو هم که آدمای مختلف از این ور اونور وارد میکردن. همینجوری تونستن یک جمعی رو به خیابونها بیارن. در کنارش پولهای عجیب غریبی که داده میشد به کارمندان مخصوصا پالایشگاه ها، شرکت نفت. اونا احتیاجی نداشتن احتساب کنن، بهشون پول میدادن که احتساب کنن. باور میکنید؟ بهشون پول میدادن که احتساب کنن. حقوقاشون هم حکومت بهشون میداد، حکومت شاهنشاهی هیچ حقوقی رو قطع نکرد تا روزی که بود حقوقا رو داد. حالا همین دو سه ابزار کلیدی رو 57 از دست ما گرفتن. یعنی مایی که هر گوشه به گوشه ایران رو الان شما نگاه کنی، یه جوانی، یه انسانی، یه ایرانی توسط جمهوری اسلامی خون ریخته شده، هر روز صدها هزاران سالگرد و پشت سر هم میذاریم، اما نمیتونیم از اینا استفاده کنیم. یعنی نمیتونیم با همین خونهایی که جمهوری اسلامی ریخته یک همبستگی بزرگ درست کنیم. نمیذارن. اگر طرف توی سنندش توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیده، زودی تجزیه طلبان و این جک و جونورای بچهای مسعود بارزانی در خارج از ایران به نام ایرانی خاک تو سرتون کنن شمایی که پرچم بارزانی رو میگیرید. خاک تو سرتون کنن که شما پرچم بارزانی رو میگیرید. دیدید یارو نوشیروان بارزانی تو چجوری با بوزیده صحبت میکرد، چجوری بغلش کرده بود، پرچم بوزیده رو بغل پرچم بارزانی ها. دیدید؟ یعنی یه آدم خیلی دیگه باید پست باشه که به نام ایرانی پرچم بارزانی رو بگیره دستش بیاد توی تجمعی در خارج از ایران. خیلی باید بیشرف باشه، خیلی باید پس فطرت باشه به نام مخالف جمهوری اسلامی پرچم بارزانی رو بگیره دستت بیرون. خیلی باید هزار پدر باشی که این کار رو امروز دیگه انجام بدی. بارزانی بهترین دوست جمهوری اهریمنی اسلامی بوده و هست، و اگر کسی امروز پرچم بارزانی رو بگیره دستش بیاد بیرون، دیگه نمیدونم اسم آدم رو چی باید گذاشت. به هر حال اگر یک کسی در کردستان در مهاباد کشته میشد توسط جمهوری اسلامی، سریع حزب کمله و حزب دموکرات و حزب سگه و حزب سوته میومد اینو مصادره به نفعش میکرد. اون یکی به همین صورت، تو خوزستان به همین صورت، تو سیستان بلوچستان به همین صورت. نمیذارن مهسا امینی که مهسا امینیه متعلق به ایرانه متعلق به ایران بمونه. نمیذارن. رژیم اینترآشغال برید نگاه کنید، شاهد علوی، نمیدونم سگه، سوده، شلر حقانی، نمیدونم کیک زرتی میان میچسبونن. این چون کرد بود بنابراین متعلق به کردستان است، بنابراین این انقلاب یا این خیزشی که میخواد شکل بگیره میخواد کردستان رو از ایران جدا کنه. همین باعث ناامیدی، باعث نگرانی بین مردم اصفهان میشه، بین مردم شیراز میشه، بین مردم فلان میشه. هیچ ملتی حاضر نیست با دست خودش کشورش رو به باد بده. حالا بگذاریم از امت 57. تازه اونم بحث انقلاب بود. اگه بحث تجزیه اون فکر میکردن تجزیه است که عمرن حتی اونم اجازه نمیدادن بهش. بنابراین خیلی مهمه که ما بتونیم از این روزهایی که داریم، یعنی خونهایی که جمهوری اسلامی به ناحق ریخته خون ملت ایران رو، بتونیم یه همبست. نمیذارن. گفتم، تعریفش هم کردم. ولی ماها باید این کار رو انجام بدیم. اگر برای مهسا شرکت میکنید، شعارتون باید ملی باشه. اگر برای کمر طهماسبی در ایزه شرکت میکنید، شعارتون باید ملی باشه. اگر برای پویا بختیاری شرکت میکنید، شعارتون باید ملی باشه. اگر برای مهران سماک شرکت میکنید، شعارتون باید ملی باشه. اگر برای جمعه خونین در زاهدان شرکت میکنید شعارتون باید ملی باشه. اگر برای بچهای خاش شرکت میکنید شعارتون، هر کجای ایران شرکت میکنید شعارتون باید ملی باشه. و این شعار ملی مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر این و مرگ بر اون و مرگ بر فلان و این حرفا نیست. جمهوری اسلامی نمیخوایم نیست. یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه نیست. این شعار ملی پادشاه زنده رو صدا کنید. پادشاه زنده رو صدا کنید. رضا شاه روحت‌شاه یک شعاریه که سراسری فراگیر میشه. جاویدشاه فراگیر میشه. ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره فراگیر میشه. ولی در کنار این فراگیر شدن ها شما باید پادشاه زنده رو فریاد کنید. این خیلی مهمه. بگردید شعارش رو درست کنید دوستان. شعارهای مختلفی درست کنید پخش کنید. شعاری که در مورد پادشاه زنده باشه. پادشاهی که امروز هست. پادشاهی که قرار 21 سپتامبر توی اون مافیای جهانی سخنرانی کنه. اونایی که ذوق چه میگن تخصص دارید توی این مسائل، بشینید شعارهای روز، شعارهای زنده، شعارهایی که پادشاه رو علیرضا سعیدیانجو بله پادشاه زنده رو بچه‌ها باید فریاد کنن و این خیلی مهمه. دمیر میخوایم نه رهبر نه طوله های اکبر، ما شاه میخوایم نه ملا لعنت به تو روح الله رو یادتونه. شعارهای از این دست، هر کسی هر فکری هر ایده‌ای داره روی شعارش بنویسه، کپچرش رو درست کنه. اگه داخل ایرانید نه بفرستید برای اونایی که خارج از کشورن، بذارید این شعارها پخش بشه، بذارید ملکه ذهن‌ها بشه که اگه اومدید توی خیابون این شعارها فریاد داده بشه. خیلی مهمه این مسائل دوستان. گفتم یا حسین میر حسین گفتید خب دیدید، زن زندگی آزادی گفتید خب دیدید، مرگ بر خامنه‌ای گفتید دیدید، مرگ بر دیکتاتور گفتید دیدید، جمهوری اسلامی نمیخوایم دیدید، سید علی ببخشی وقتشه که بلندشی رو دید گفتید دیدید. هیچ کدوم اینها جواب نمیده، هیچ کدوم اینها جواب نمیده. اما اگر شعارت، شعار ایرانگرایانه، نام پادشاه زنده رو فریاد زدی، تردید نکن جواب بگیری. ما همیشه گفتم جمهوری اسلامی نیاز داره همیشه بازی ها رو ببره، ما ملت نیاز داریم یک بار بازی رو ببریم، یک بار. و این یک بار یک باریه که پرونده 1400 سال خرافات و خیانت و جنایت اسلام در ایران رو برای همیشه میبنده. اصلا در این تردید نکنید، یک بار. اما اون یک بار هم یک باری نیست که یه روز بعد از ظهر اتفاق بیفته، یک باری است که در بودن رضا شاه دوم اتفاق بیفته، یعنی پادشاه ما. چون در غیر این صورت حتی اگر مافیای جهانی موفق نشه، حتی اگر از طریق جنگ و دموکراسی هر چیزی موفق به تیکه پاره کردن ایران نشه، شما کسی رو، ما ملت کسی رو نداریم که خیمه یک پارچگی ایران باشه. کسی رو نداریم دوستان. اگر داریم بیاید بگید داریم. بیا اولاغو نگاه کن، ریستار تنها نجات، راه نجات ایرانه. همین گوساله ها رو میبینی؟ همین گوساله ها 1% فکر کنید کسی که امروز میتونه ایران یک پارچه را حفظش کنه کیه؟ اگر به جز رضا شاه دوم کسی رو دارید خب به ما هم معرفی کنید. بنابراین تا زمان هست، تا فرصت هست، تا شرایط آماده است. ما اون یک باری که باید برنده بشیم امروزه دوستان، امروزه، نه 50 سال دیگه، نه 100 سال دیگه. برای همینه که صبح تا شب نشستن، صبح تا شب نشستن، حمله میکنن به رضا شاه دوم، حمله میکنن به شاهنشاه آریامه، حمله میکنن به رضا شاه بزرگ. شما فکر میکنی وقتی رژیم اینتر آشغال و بی بی سی و من ملا و جکو جنوران رو میبینی فکر میکنی که الان حکومت در اختیار رضا شاه بزرگه، ولیعهدش هم شاهنشاه آریامه شده پادشاه و همه این آشوب‌ها و آشفته‌بازاری که در ایران هست و کشت و کشتار همش تقصیر رضاشاه و همش تقصیر محمد رضاشاه. اینجوری دارن القا میکنن. برید نگاه کنید، نه الان باشه، 45 ساله. پس چیزی رو بگید که BBC ستونش خراب بشه، سقفش خراب بشه رو سرشون. رژیم این آشغال سقفش خراب بشه رو سرشون. تلویزیون خوب اناگو سقفش خراب بشه رو سرشون. جانوران لس آنجلسی سقفشون خراب بشه رو سرشون. وقتی گفتی رضا شاه رو شد، وقتی گفتی ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، وقتی جاویدشاه رو سر دادی، همه این اراذل و اوباش سقفشون خراب میشه رو سرشون به همراه اهریمن 57. مگه نمیخوایم پیروز بشیم؟ مگه نمیخوایم ایران رو نجات بدیم؟ راهش اینه. این پرچم، تاجدار، فرتورهای پادشاه و نام پادشاه زنده رو فریاد زدن. راهش اینه. میخوایم نجات پیدا کنیم، راهشه. میخوایم بازی کنیم و سر کار باشیم و حالا بمونیم انشالله یه روز بعد از ظهر ببینیم خود جمهوری اسلامی میره یا نمیره؟ خب اون یه بحث دیگه است. برو بگو زن زندگی آزادی، انقدر بگو زن زندگی آزادی تا چونت پارشه. خود محمد خاتمی اومده میگه زن زندگی آزادی، فایزه رفسنجانی میگه زن زندگی آزادی، خود علی خامنه ای اومد گفت زن زندگی آزادی از ستونهای اصلی اسلام است. مگه نگفت؟ انقدر برو بگو زن زندگی آزادی تا نافت در بیاد. تو بگو زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی این نخر رو بیشتر فشار میده. هی بگو زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی بیشتر فشارت میده. اما بگو جاویدشاه که دستهای جمهوری اسلامی قطع بشه، نتونه این تناوب فشار بده. بگو ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، تا دستهای جمهوری اسلامی قطع بشه. راه ما اینه، مسیر ما همین. اون بیا این دوستمون هم نشه فقط سلا. خب برو ببینم چیکار میکنی. پشت یه اکانتی نشستن توی لندن و توی آمریکا و این ور اون ور، بگین فقط سلاح. خب برو ببینم چیکار میکنی. نوید افکاری با دست خالی توی خیابان بود، بهش بستن که تو با سلاح اومدی یکی از مامورای ما رو کشتی. خیلی از همین جوانایی که اخیرا اعدام شدن رو اومدن گفتن شما با سلاح اومدید مامورای ما رو کشتید. یادتون هست؟ من مخالف جمهوری اسلامی خیلی باید بی‌شرف باشم که بیام توی رسانم اعلام کنم برید اسلحه با اسلحه باید بجنگید. خیلی باید بی‌شرف باشم. اگه میخوام این کارم انجام بدم، همون کلکی که اهریمن 57 زد مگه نزد؟ شما امروز نمیتونی هنوز به چریک‌های 57ی ثابت کنی که شما اسلحه دستتون بود، تروریست بودید، آدم کشتید. هیچ کدوم زیر بار نمیرن. کدوماشون زیر بار میرن؟ تازه مجاهدین خلق حالا اومدن مدعی شدن. مجاهدین نه تنها در جنگ ایران و عراق به صدام، از صدام حمایت نکردن و کمک صدام نکردن، بلکه تو جبهه‌های جنگ کنار جمهوری اسلامی بر علیه صدام هم جنگیدن. ببین چقدر اینها بی‌شرفن. بقا میخوای دوست عزیز من، بقاش این نیست که خودتو تو فضای مجازی به فنا بدی. بقا مگه نمیخوای؟ اینجا رو کار بنداز، سیکرت، سری کارتو در داخل ایران انجام بده. حتی اگر میخوای اون کارم انجام بدی، پشت پرده باید انجام بدی، نه در پابلیک. توی همین لایوی که الان 85 نفر هستن، من به شما قول میدم حداقل 10 تا اراذل اوباش اطلاعاتی اینجا الان نشسته داره گوش میکنه. بعد شما می کامنت چی مینویسی؟ حالا هر کی هم هستی، مثلا نمیدونم کی. هنوز اینقدر متوجه بازی نیستیم که توی صفحه، توی لایوی که پرچم شیر خورشید تاجدار یعنی مخالف جمهوری اسلامی هست، داریم لایو طرف رو گوش میکنیم. اگر داخل ایران هستیم کامنت ننویسیم که شناسایی نشیم. هنوز اینقدر حالیمون نیست. بعد صحبت از سلاح میکنی برای من؟ آقا برید یاد بگیرید از 57 چجوری ایران رو ویران کردن. برای 17 شهریور چجوری برنامه ریزی کرد آمریکا. برید بخونید اینا رو. برید اینا رو بخونید تا بدونید با کی دارید میجنگید، برای کی میخواید بجنگید، اصلا با کی طرفید. به ایران سوگند شما امروز اسماعیل نوری‌الله و الهه بغرات و اقدس پشتگویی و بقیه چریکچوریکا رو جمع کن. به ایران سوگند اگه تونستی اینقدر به اینا ثابت کنید که شما چریکای مسلح در خیابان‌های ایران آدم کشتید، اگه تونستید به اینا ثابت کنید، در صورتی که کشتند، هزاران هزار رو کشتند، همین پدر مادرهایی که مثل لادن برومند و امثال هم. شما دوست عزیز من سایبری هستی، برو دنبال کارت. متوجه هستید؟ همین الان نمیتونی به 57 ثابت کنی شما سینما رکس آبادان رو آتیش زدید که آتیش زدن. شما نمیتونی بهشون ثابت کنی که سینمای دیگه شهرهای مختلف رو آتیش زدید که آتیش زدن. نمیتونی اینو بهشون ثابت کنی. این یعنی یک انقلابی که از نگاه خودشون برنامه پشتش بود، سیناریو پشتش بود و طبق اون سیناریو باید عمل میکردن. تو آدمایی که زیر بلیت خمینی بودن، مهندس بود، خلبان بود، دکتر بود، پروفسور بود، معلم بود، استاد دانشگاه. مگه گوساله محمد ملکی پدر این رو حمار ملکی مگه استاد دانشگاه نبود؟ همه این آدم‌های باسواد بودن، اما چون سناریو بود و مافیا میخواست، همه رو آوردن زیر بلیت خمینی که سیکل پنجم ابتدایی رو هم نداشت. گفتن هرچی این پیرمرد پنجم ابتدایی میگه اینو گوش میکنید. بازرگان غلط میکرد بالاتر حرف خمینی حرف بزنه. اون یکی کی بود؟ اون گوساله ابراهیمی یزدی که دکترم بود غلط میکرد بالاتر حرف خمینی حرف بزنه. محسن سازگارا و این جکوژینوورا گوه میخوردن بالا حرف خمینی حرف بزنن. چرا؟ چون طبق سناریو انقلاب کردن از نگاه خودشون. و شما بعد از 45 سال نمیتونی به اینا ثابت کنی که شما انقلابتون بر پایه خون ریزی در ایران بود. بعد من مخالف ابله دوزاری بیام بشینم جلوی دوربین، برید اسلحه بخرید بزنید خار مادر همه رو سرویس کن. خب من خرم دیگه. جمهوری اسلامی هم همین یه تیکه صحبت منو برمی داره، میبره تو سازمان ملل، میده به الهه خیس، میده به عبدالکریم لاهیجی، میگه آقای لاهیجی برو تو سازمان ملل بگو مخالفان جمهوری اسلامی اینن. پس جمهوری اسلامی طبق قوانین خودش و طبق قوانین بین الملل حق داره به کسی که میخواد به منافع مردم در کشور ایران آسیب بزنه با شدیدترین نوع برخورد کنه. کما که تو فرانسه این کارو میکنن، کما که تو آلمان این کارو میکنن، کما که تو انگلیس این کارو میکنن، حتی تو همین سوئیس هم این کارو میکنن. پس چرا من باید خودم با دست خودم بهانه بدم به جمهوری اهریمنی اسلامی؟ چرا؟ یا احمقم، یا نادانم، یا مزدورم. از این سه حالت خارج نیست. به هر روی فردا 25 شهریور، نکاتی رو که گفتم دوستان، حالا اونایی که میخواید کاری انجام بدید یا فکر میکنید مهمه این مسائل که بدونیم، به دیگران هم اطلاع بدید، بذارید همه بدونن که جریان از چه قراره. مطلب پایانی که میخواستم بگم در مورد یه چیزی دیگه، یه بار دیگه یادآوری کنم. از امروز، نه از امروز، از چند روز گذشته، هر کسی رو برگه یادآوریه، هر کسی رو برگه منتسب به بانوی شهبانو یاسمین دیدید، برگه پادشاه دیدید استوری شده، برگه شهبانو دیدید استوری شده، یه زبدری بزرگ قرمز روش بزنید، هر بنی بشری، حتی سعید قاسمی اگر بود. حالا امیر حسین اعتمادی برو سعید قاسمی رو استوری کن. آدم‌های روی اون صفحه استوری میشن، مطرح میشن که این آدم‌ها باید نقش بازی کنن. یادتون باشه دوستان، اینو یادتون باشه. بچه‌های آمریکا برای سخنرانی پادشاه 21 سپتامبر برید در اون محل این اجلاس، زودتر برید مجوزش رو بگیرید، سریعتر اون بنرهاشو درست کنید، کپچرهاشو درست کنید، تو فضای مجازی تبلیغ کنید که ایرانیای دیگه هم به شما بپیوندن. خیلی مهمه که پادشاه صحبت‌هاش که اونجا انجام میده حمایت مردمی چه داخل چه خارج رو داشته باشه. مطلب پایانی هم که می‌خواستم بگم، راجع به دو موضوع من چند شب در برنامه رستاخیزسیمرغ دارم توضیح میدم. دعوت میکنم از بچه‌های نور شاهی که حضور پیدا کنن ما این دوتا مورد رو حل کنیم. متاسفانه به جز دو سه تا یا 4 تا از بچهای نور شاهی که لطف کردن، دوستان دیگه خبری ازشون نیست. ببینید دوستان، هر جوری شده ما باید این دوتا اتفاق رو یا این دوتا مسئله رو در ایران حلش کنیم، هر جوری شده. این مربوط، یکیش مربوط میشه به حیثیت ارتش سری، بنابراین خیلی مهمه این کار انجام بشه. یکی دیگهش هم خب حالا توضیح در موردش نمیدم زیاد. دوستان نور شاهی، من نمیدونم چرا نیستید، چرا حضور ندارید. امین جان شما هم همچنین همه بچه های نور شاهی احساس مسئولیت کنید. باور کنید من به بعضی وقتا که اصلا نمیرسم شب لایوامو بذارم، مثل دیشب اصلا دیگه بیهوش شدم. اصلا دیشب خیلی هم حرف داشتم برای گفتم ولی اصلا بیهوش شدم. ذهن آدم تا یه حدی میکشه دیگه. یکی از دوستان چند شب پیش بعد از لایو آخری من، قبل از این، یکی از بچهای ایران برای من پیام گذاشته بود، صبح دیدم که آقای قاسمی بعد از 1 سال و 2 سال خورده که من آخرین پیامو با ایشون داشتم، پیام گذاشته بود که آقای قاسمی، وقتی پیامشو دیدم رفتم تو صفحه‌اش، تازه متوجه شدم ایشون کیه. از اون پولی که در آبان 1401 نور شاهی به ما کمک کرد که ما بتونیم پیکر فلانی رو از سردخونه بگیریم، من امروز میتونم 20 میلیون اون پول رو برگردونم. فقط به من بگید کجا باید این پول رو بدم. یه کسی که بچهای نور شاهی 1401 کمک کردن، پیکر عزیزش رو گرفته، بعد از این صحبت ها میگه آقا من میتونم از اون پول 20 میلیونش رو امروز برگردونم و من هیچ پاسخی نداشتم بهش بدم. چون شما خیلی، الان بهش میگم، شما خیلی 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 بیشتر از این پولها گردن ما ایرانی ها حق دارید، خیلی بیشتر از این مسائل. و اون پولم پول من نیست دوست عزیز من، بچهای نور شاهی، بچهای ارتش سری، خانواده هایی که توسط نور شاهی حمایت می شدید. اون پول پول سعید قاسمی نیست، اون پول پول همیانان خودتونه، پول نور شاهیه. بنابراین نیازی نیست که شما به این مسائل فکر کنید. شما هزینه زیادی دادید، هزینه‌ای که با هیچ پولی نمیشه جبرانش کرد. هستن دوستان همیهن ما در خارج از کشور هستن که حالا دیر زود داره، ولی خب بالاخره نذاشتم تا امروز کار ارتش سری زمین بمونه. یه دوستی من دارم توی آلمان، ایشون پادشاهی خواه هم نیست، من توی صحبتش متوجه شدم، ولی خب ارادت خاصی به پادشاه داره. وقتی هم من صحبت از چپ ها میکنم به ایشون یه مقداری برمیخوره، در صورتی که ایشون خودشون چپ نیستن، شاید فکر میکنن چپن، ایشون از راست ها هم راست ترن، یعنی از پادشاهی خواهان هم پادشاهی خواه ترن، ولی خب اینجوری نگاه میکنن. و چند تا از دوستان دیگه ای که هر زمانی که به هر حال ما توی رستاخیز صحبتی کردیم جز اولین کسایی بودن که لطف کردن، کمک کردن، نذاشتن این بار زمین بمونه. اما این بار ما خیلی سنگینه دوستان. 2 تا اتفاق رو باید رقم بزنیم که این 2 تا اتفاق با 100 تا و 200 تا و 500 تا و حتی 1000 تا و 2000 تا انجام نمیشه. حداقل یه چیزی نزدیک به 10 تا 12000 تا پول لازمه، حداقل. و کل لطفی که دوستان توی این چند وقته انجام دادن، چون من همیشه صحبتامو انجام میدم، کل لطفی که دوستان انجام دادن توی این چند وقته یه چیزی نزدیک 2000 تا، 2200 تا. رسیداش هم دارم، همه رو مثل رسیدای قبل همه رو من میذارم لای اون پرونده نور شاهی. به هر حال امیدوارم دوستان دیگه‌ای پیدا بشن کمک کنن، بتونیم ما این 2 تا کار رو انجام بدیم. خیلی مهمه، هر چقدر زمان میگذره، یکیش که موقعیت حیاتیه که از دست میره متاسفانه، و اون یکیش هم آسیبیه که هرگز جبران نمیشه. در همین اندازه به دوستان بگویم بچه های نور شاهی، من منتظر تماستون هستم، منتظر پیامتون هستم، حتی 100 تا، حتی 50 تا، حتی هر چقدری که میتونید کمک کنید به صندوق نور شاهی که ما بتونیم این دوتا کار رو انجام بدیم. خیلی 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 مهمه دوستان. یه بار دیگه هم میگم 47 تا از پرچم‌های شیر خورشید تاجدار از اون 100 تا مونده. اگر دوستانی میخوان کمک کنن و قصد حالا هدیه دادن ندارن، میتونن این پرچم ها رو خرید کنن. این پرچمی که پشت سر من هست اینه، پرچم شیر خورشید تاجدار ارتش سری. بیاید 48 تا پرچم مونده دیگه، اینا رو هم بخرید. حداقل 4700 تا 5000 تا ما میتونیم خیلی کارا رو باش برای این دوتا مورد انجام بدیم. به هر حال این دوتا مسئله‌ای هست که امیدوارم دوستان نور شاهی، خیلی از دوستان رفتن از توی لایو، تا صحبت از صداقت شد صداقت شد، خیلی از دوستان از توی لایو رفتن. به هر حال سپاسگزارم از همه دوستان، منتظر دوستان نور شاهی هستم. فردا 25 شهریور، هر اتفاقی ممکنه بیفته، ممکنه هیچ اتفاقی نیفته، ممکنه همیانان در سقز، در شهرهای مختلف مراسم سالگرد بگیرن، حالا به بهانه مهسا امینی، ولی برای همه بچه‌های ایران. امیدوارم فردا ویدیوهای خوبی از سراسر ایران بیاد و همون شور و هیجان و اون خیزش، اون جنب و جوش ملت ایران شکل بگیره. از این کرختی هم بچهای نور شاهی بیان بیرون، هم بچهای ارتش سری خودشون رو آماده کنن، برای اینکه بتونیم این بار همون یک باری باشه که باید بازی رو ببریم. براتون سپاس از همه دوستان. سخنرانی پادشاه رو فراموش نکنید، خیلی مهمه، و اگر میتونید توی آمریکا مجوزش رو دوستان بگیرن. سپاس از همه دوستان. پاینده ایران، جاویدشاه، و بهتون دوستان.